بازی زیبا و عجیبی بود. سرعت ژاپنیا و قدرت تاکتیکیشون عجیبه و نه مال این بازی باشه. حالا آقای اجازی بهتر راجع به این قضیه میتونن صحبت کنن، راجع به تیم ژاپن. رمان رضایی هم بعد از استراحت کوتاه به جمع پیوسته. و رمان جان چطوری؟ ما بازی در واقع ایران و امارات هم پخش کردیم، شما نبودیم، مصاحبه علی پروین هم پخش کردیم و بعد هم الان بازی ژاپن قطر رو میخوام از آقای حجازی بپرسیم راجع به ژاپن نظرش چی داره. من آقای کوسه فکر کنم ژاپن یکی از بهترین تیم‌ها و بانظم‌ترین تیم‌های این دوره باشه. و چه ویژگی ناصر خان؟ ببینید شما به طرف جای دیگه هم نظاره بکنین، مثلا صنعتش، تجارتش، همش به هم میخوره. به این دلیل که ما میگیم ژاپن نظم داره، کارش تو صنعت هم نظم داره. یعنی در روز 8 ساعت کار، اونا 8 ساعت کار رو میکنن. یعنی غیر ممکنه 7 ساعت کار بکنه، 8 ساعت کار رو میکنن. به این علت همیشه موفقن. خب برعکس کشورهای دیگه. فوتبالشون چی؟ فوتبالش هم همینه. اصالتاً یعنی با این جنی که دارن، جنی که دارن، قدای کوتاه، البته الان تغییر نسل دادن تقریبا، آموزشی که با مثلا کشور اروپایی کردن 5 سال پیش چه خیلی تفاوت کرد. یعنی الان نظم سرعتی بودن، سرعتی بودن ولی قدا کوتاه‌تر. خب ما راحت می‌بردیم، ما راحت‌تر می‌بردیم. اگر دقت کنید زمان آقای حبیبی اینا با اون دو بار بازی می‌کردیم، یا خود فوتبالی که زیربنای بازی می‌کردیم، نه یه خود انگلیسی بود و سانتر و اینا بود، بغل چپ و بغل راست داشتیم. بله دیگه، ما شلوغ فلوغ می‌کردیم می‌بردیم، ولی الان دیگه اون کارا دیگه نمیشه انجام داد. بالاخره اونا هم کار میکنن، میدونن که تیمای مقابل ممکنه نفرات قد بلند داشته باشن، سرزن داشته باشن، نفرات قد بلند آموزش میدن. شما بسکتبال با والیبال ما رو دقت بکنید چقدر خوب شده، چون رفتن دنبال بازیکن‌های خوب و قد بلند. اگر شما رو والیبال و بسکت اگر قد بلند نداشتید هیچ موقع موفق نمیشید. ژاپنی ها 100% با کره ای این کارو کردن، نسلشون تغییر کرد. شما ببین به راحتی عقیلی که 1.90 فکر کنم قدش باشه یا حسین نمیتونستن راحت رو سر کره ای سر بزنن. نسل عوض شده و فوتبال سرعتی که دارن الان تو این 4 تا تیمایی که صعود کردن، خب ژاپن و کره بعد با هم بازی کنن، استرالیا و ازبک با هم، چجوری شانس میدین به تیم شما؟ من بازم ژاپن رو شانسش رو بیشتر میدونم مقابل کره، چون گفتم تیمش با نظم داره. شما تیم رو نگاه بکنید که میاد 20 دقیقه آخر 10 نفره میشه، اصلا این خیالش نیست که تیمش 10 نفر است. سازمانش از دست نمیده، نظمش از بین نمیده، همون فوتبال همون نظم رو ادامه میده و گل مساوی و برتری رو میزنه، در صورتی که این نظم تو کشورهای غرب و آسیا دیده نمیشه. اونجا بیشتر متکی به بازیکنان فردی هستن، بله، انفرادی کار میکنن. انفرادی کار میکنن. رمون ما راجع به خط دفاع ایران هم صحبت کردیم، آقای اجازی هم نظر خودش رو داد. چطور الان خط دفاعیمون با عقیلی و حسینی و حالا نصرتی و با حاج صفی؟ به نظر من خط دفاعی خیلی خوبی داریم، شانس کمی دادم به تیمای حریف و به موقع به نظر من توپ رو دفع کردن، به موقع افس توپ کردن، مخصوصا بازسازی رو خوب شروع میکردن. یعنی شما دیدین که واقعا به نظر من این دوره دوره بود که خط دفاع ما یه سبک خاصی بازی میکرد، یعنی بدون نقص، یا نقص کمتری داشت. موقعی که توپ داشتیم باز بازی میکردن، دو تا وسطی ها خیلی باز میشدن، کناری ها میرفتن رو خط و این باعث میشد که تیم حریف انرژی بیشتری بذاره تا اینکه بیاد توپو از ما بگیره و با دروازه‌بان هم زیاد کار میکردن و این باعث میشد که واقعا این 5 نفر با دروازه با گل رحمتی، من فکر می‌کنم این 5 نفر خیلی کم توپ زدن، خیلی کم توپ لو دادن، به موقع تونستن توپو بفرستن سمت هافبک‌ها، ولی از اون به بعد دیگه ما یه خورده واقعا مشکل، چجوری بگم، یعنی واقعا مشکل ما از هافبک به فوروارد بود. یعنی ما عقب واقعا مشکل نداشتیم، بین هافبک و دفاع اصلا مشکل نداشتیم یا هماهنگیشون، هیچ نقطه ضعفی من ندیدم، ولی انتقال بازی از هافبک به فوروارد و اضافه شدن و حمایت کردن فورواردا و اینا خیلی ما مشکل داشتیم. یعنی حتی ما بعضی موقع بازی امروز من فکر میکنم اصلا شناخت
اون درک متقابلی که بازیکن‌ها به هم داشتن و اصلا نداشتیم تو این بازی. چرا بازیکن مثل خلدبری، ما نمیتونیم برای خلدبری توپی بفرستیم که در حد تخصصش نیست، توپ بلندی که سر بزنه یا اینکه توپ بلندی که بتونه با اون سرعت زیادی که کره‌ای دارن بیاد پشت دفاع بندازن، یا خلدبری یا برای حتی رضایی، غلامرضا رضایی، برای اونم همین کار می‌کردیم. ما حتی موقعی که عمق نداشتیم، عمق نداشتیم، داشتیم توپای بلند ارسال میکردیم. به نظر من اصلا بیفایده بود، چون تیم کره حتی موقعی که دفاعش میرفت عقب، ما وسط توپ داشتیم بلند میفرستادیم، اون وقت راحت توپو حریف میگرفت، بازی‌سازی میکرد. و من فکر کنم برگ برنده تیم کره تو بازی‌سازی، مخصوصا تو خونسردیش، توی خط دفاعش بود. شما اگه کار شماره 16 دفاع کره رو ببینین میفهمین که فوتبال اونا کجا، فوتبال ما کجا. اصلا به نظر من با این باخت هیچ کی استحقاقی نداره که مورد سرزنش انتقاد قرار بگیره. اصلا بذات فوتبال ما همین، همون که ناسخان گفت، همون که آقای پروین گفت بازی میکنه، بازی کنه هافک، البته اون بیشتر کار دفاعی هم میکرد. نه همون شماره 16 برای هافک موقعی که بله. توپ داشتن 4 تا عقب بودن، یه لحظه توپ جلو میرفت، این میومد کار هافک انجام میداد. یعنی انقدر مربی اختیار عمل بهش میداد که این میومد قشنگ وسط و کار هافکار، یعنی یه نفر اضافه میشد تو هافکشون و این باعث شد. حتی من دیدم تو صحنه‌های مختلف بازی، تو دقایق مختلف، ما 3 تا 4 تا فورواردمون رفتن پرس کنن، اونا زیر توپ نزدن در حالی که ما میزدیم. چرا ما نمیتونست؟ این برمیگرده به نه، اصلا مشکل فوتبال ما از لحاظ فنی، از لحاظ تکنیک فردی، حفظ توپ. واقعا ما نسل شروع بازیشون از دروازه درست بود، انتقال توپ از دفاع به خط میانیشون به خط حملهشون خیلی حساب شده بود. حالا بازی راست خونه آمده است، اونو ببینیم با هم. بخش اول بازی ایران کره رو با هم میبینیم، برمیگردیم و راجع به خط میانی تیم ملی هم از آقای اجازی آقای رضایی میپرسیم.